فکر می‌کنم که نام شما برای اونهایی که اهل زیبایی هستن نام آشناییه، چون شما در عرصه زیبایی که خیلی هم به طور خاص مورد علاقه خانم هاست یعنی طولایی دارید و نام نیکی، و خیلی از خانم ها اگر حداقل تجربه این رو نداشتن که بیان پیش شما، اسم شما رو به وفور شنیدن و از هنر شما مطلع هستن. اصلا چی شد مژگان دادفر تصمیم گرفت که ورود پیدا کنه به عرصه زیبایی و برای این کار آرایشگری رو انتخاب کرد که امروز بهش میگن میکاپ آرتیست؟ با سلام، خیلی ممنون که منو به این برنامه دعوت کردین، ازتون بی‌نهایت سپاسگزارم. والا من توی زندگیم در کل کارمو کاملا از صفر شروع کردم و در این راه خیلی خیلی زحمت کشیدم، و با توجه به اینکه وقتی آدم از صفر شروع میکنه یه مقداری کارش واقعیت دیر به نتیجه میرسه، ولی سعی کردم و خدا رو شکر بدون کمک کسی که فقط خدا رو داشتم تونستم که موفق بشم. اولین باری که گفتی مژگان دادفر میتونه یک آرایشگر خوب بشه و باید وارد این حرفه شه حتی دست خالی و به قول شما از صفر یا حتی زیر صفر، کی بود، چند سالت بود و چطوری وارد شدی؟ والا من از بچگی یادم میاد عروسکامو آرایش میکرد. بعد هر کسی رو که یادم، مثلا شاید واقعا 10 سالم بود، سعی میکردم اون موقع تلویزیون نگاه کنم، چون فقط تلویزیون بود، چیز دیگه ای واقعا نبود. بله تلویزیون نگاه میکردم، اگه یه مجلهی پیدا میکردم دقت میکردم روی زیبایی ها، روی اون زیباییش، روی لباسش، روی مدل موهاش، روی میکاپش ناخودآگاه نگاه میکردم. یعنی کاملا یادمه که مادر من تمام لوازم آرایششون رو همیشه از دست من قایم میکردم. تمامشون رو استفاده میکردم برای عروسک ها اونم. برای عروسک ها. بعد نقاشی خیلی دوست داشتم، نقاشی میکشیدم. یعنی واقعا من همیشه به نقاشی خیلی خیلی علاقه داشتم، نقاشی میکشتم، اینا رو که واقعا جز آرزوهام بود پیاده میکردم. بعد یه چیزی که توی زندگی من خیلی نقش مهمی داشت این بود که من یه پدر فوق العاده قوی داشتم، پدر خیلی قدرتمندی بود، ایشون نظامی بودن، تیمسار بودن، و واقعا انقدر روی من تأثیر داشتن، تو شخصیت من، تو شکل‌گیری اون قدرت من، یعنی همیشه که الان متاسفانه ایشون فوت کردن، ولی آرامش باشه. مرسی، ممنون. ولی تو همون بچگی به من اعتماد به نفسی میدادن که متاسفانه هیچ کسی رو به من نمیداد. یعنی من داشتم توی فامیلمون اشخاصی بودن که حالا دوست ندارم اسم ببرم، که یه مقدار حالا به ما نزدیک بودن، مثل حالا شاید دایی یا همچین چیزی. داییام خیلی هم برای من با احترام هستن، برام قابل احترامن، ولی کسایی بودن که همیشه به من میگفتن تو نمیتونی موفق شی. من از اون بچگی دوست داشتم خودم ثابت کنم، یعنی جدا میگم اینو، همیشه میخواستم بگم من یه روز به شما ثابت میکنم که من آدم موفقی میشم. یعنی به همه اینا اولین گام رو در مسیر موفقیت در چند سالگی فراشی صرف فایسادی گفتی من میخوام آرایشگر. ببینید وقتی من دیپلممو گرفتم مادرم من گذاشتن کلاس خیاطی، گفتم بیا برو اونجا خیاطی و اینا. واقعیت من اصلا هیچ علاقه ای نداشتم، گفتم من این کار من نیست. بعد پدرم هم دوست داشتن من درس بخونم، چون خودشون تحصیل کرده بودن، پدر من هم زبان فرانسه خونده بودن هم حقوق خونده بودن. بعد به من گفتن که نه تو باید درس بخونی. اون زمان من گفتم خب حالا چی بخونم، شما برای من تعیین کنید. یعنی واقعا برای من فقط مهم بود که ایشون خوشحال بشه. رفتم علوم سیاسی خوندم، رفتم شروع کردم و اینا. واقعیت هیچ علاقه من به نه به سیاست داشتم، نه به چیزی، نه به علومش، نه به این چیزا. ولی وقتی گفتم میخوام که برم کلاس آرایشگری، تمام خانواده از جمله پدرم با من مخالفت کردن. طبیعی اصلا در اون فضای اون موقع به هر حال گفتن اصلا نمیشه، مگه میشه تو بری آرایشگر بشی، ما اصلا نه تو خانواده داریم نداریم. نه هیچی، مگه این خانومی که تو همسایه‌مون حالا اسم نمیبرم اون چی شده؟ هر کی نگاه میکنه میگه این یه آرایشگره، اصلا کار قشنگی نیست. نذاشتن که سر همین من دیگه همزمان شد که ازدواج کردم.
ازدواج کردم و با همسرم این تعیین یعنی با هم صحبت کردیم، گفتم من ازدواج میکنم ولی میخوام کار کنم و میخوام موفق بشم و ایشون مخالفتی نکردن که سعی کردیم کارو شروع کنیم و من با همون پولی که نداشتم، یعنی سعی کردم حالا یه مقداری طلای کوچیکی، آره، رفتم فرانسه. رفتم فرانسه دوره دیدم. دوره دیدم. خیلی جالبه که تو یه دفعه تصمیم گرفتی بری فرانسه دوره ببینی. اونجا محض زیباییه. چرا فکر کردی تو ایران خبری نیست، نمیتونی اون چیزی که میخوای اونجا جستجو کنی؟ ایران واقعا حقیقتا من یه آدمی ام که راجع به هر چیزی یه مقدار تحقیق میکنم. خب. یه کمالگرایی در وجودت هست. دوست دارم، یعنی همینجوری بیگدار به آب نمیزنم بگم نه، حالا اگه میگن همه خوبه پس خوبه. یه ذره گشتم دیدم نه، همچین چیزی نیست. واقعا اون زمان مخصوصا دوره خاصی نبود، ولی من یک آرمانایی داشتم و یه خانومی بودن که اون زمان خیلی معروف بودن، گفتم من یه روز باید مثل ایشون بشم و سعی کردم رفتم اونجا دوره دیدم که اولین بار خیلی آبرومندانه دوره دیدم، یعنی خیلی بالاخره یه پولی داشتم رفتم دوره دیدم و یه هتلی تونستم برم و اینا. وقتی برگشتم هرچی دنبال کار گشتم که به من گفتن که نه شما نمیتونی اصلا کار کنی، چیزی بلد نیستی، تجربه ای نداری. که جالبه تو پرانتز یه چیزی بگم که یه خانومی بودن که رفتم سالونشون، گفتم من این دوره های میکاپ و دوره های زیبایی پوست و اینا رو دیدم، بیام پیشتون کار کنم. بعدشون اون زمان خب خیلی معروف بودم، به من گفتن که نه نه اصلا بهشون بگین برن بیرون، وقت ما رو نگیرن. این برخورد خیلی رو من اثر بدی گذاشت. نه دلم نشکست. خب معمولا دل من نمیشکنه از چیزی. چهاراجی. آره. یعنی سعی میکنم که با قدرت بیشتری برم جلو. یعنی بیشتر بهت انگیزه داد که بری ببینید ماجرا چیه. گفتم خب باشه، اشکالی نداره. جالبه که این خانم در سال 84 اون زمان که من درخواستو کردم سال 72 بود، نه 73 بود، 84 این خانم اومدن سالن من و اومده بودن دوره میکاپ ببینن. من ایشون رو سری شناختم، ایشون منو نشناختن. بعد ایشون دوره رو دیدن و جلسه آخر من به ایشون یه مقدار پول رو برگردوندم. ایشون گفت چرا؟ گفتم من دوست دارم به شما تخفیف بدم. گفتن چرا؟ گفتم خیلی دوست دارم، برای اینکه شما یه درس خیلی بزرگی به من دادی. خب چون گفت من چیکارت کردم؟ گفتم چندین سال پیش من اومدم سالن شما که اونجا پیشتون پرسنل بشم، شما من راه ندادین، حتی اجازه ندادین من حرف بزنم بگم یه دوره دیدم. بعد سر این گفت من معذرت میخوام و اینا. گفتم ولی من به خاطر این لطفی که به من کردین این مبلغ رو به شما برمیگردونم. که خیلی گریه کرد، خیلی ناراحت شد، گفت ولی من الان جایگاه ما از دست دادم، انقدر عقب افتادم که ناراحتم. گفتم ولی من کارو به نحو احسن به شما یاد دادم و ایشون رفتن و الانم برای من کاملا همیشه قابل احترامه. حالا واش ببینم اون تو تایم چه اتفاقی در تو افتاد که مسیرت رو تغییر کرد؟ یعنی از اون دره اومدی بیرون و دیدی که اون خانم باید اونجوری برخورد که گفته برو بابا اصلا نمیخوام باید حرف بزن. چی جز خاطرات منه؟ نه نه اومدی بیرون و چی شد؟ یعنی میخوام بدونم چه اتفاقی برای تو افتاد؟ وقتی که یه مدت گذشت کار پیدا نکردم دوباره به همسرم گفتم من میخوام برم دوره ببینم. دوباره جمع و جور کردم خودم و یادم پول واقعا شاید درست نباشه، یه پولی گرفتم که بابتش سود پرداخت میکردم. خب هیچ کس به آدم سودی نمیده، پولی نمیده، چون میدونن که تو نمیتونی بهشون برگردونی. رفتم اونجا و دوباره دوره دیدم، ولی این دفعه هتل نبود، یه مسافرخونه خیلی عجیب و غریب، دالون خیلی بد توی جنوب شهر. اون موقع هم زمانی بود که تازه فرانسوی‌ها عربای الجزایر وارد فرانسه شده بودن، فرانسه شده بودن، آفریقایی‌ها اومده بودن. بعد خب خیلی زمان بدی بود اون زمان تو این دالون. من یادم حمام بود، تو هر طبقه یه دونه حمام بود و فرض کنید من میرفتم اسم می نوشتم که نوبت هم بشه. خب خیلی وحشتناک بود، من هنوز خوابشو میبینم. رفتم دوره رو دیدم، برگشتم، باز هیچ اتفاقی نیفتاد. پدرم به من گفتن ببین دیگه بس دیگه، تو دوراتو دیدی، تو خیلی کارا کردی، ولی دیگه ببین وقتی نمیشه نمیشه، تو این درس خوندی یه جایی برو کار کن. گفتم من نمیرم، من باید این کار ادامه بدم. خب
باز رفتم دنبال کار گشتم، دیدم نه هیچ کس منو باز نمیخواد. یه روز نشسته بودم، چون من آدرس خونه پدرم و نه خونه خودم اونو داده بودم، پدرم و نه، دیدم یه بسته اومده برای من دم خونه ما. دیدم که این بسته رو باز کردم، دیدم فرانسه نوشته، فهمیدم از فرانسه است. من که نمیدونستم اون چیه، چون کلاسایی هم که میرفتیم ما زبان انگلیسی بود. حالا با بدون ماشین با تاکسی و اتوبوس و همه اینا پاشدم رفتم به پیش پدرم، گفتم که پدر اینجا چی نوشته. نگاه کردن و گفتن که جالبه، تو دختر خود منی، تو شاگرد اول شدی. یعنی من اصلا باورم نمیشد. گفتم من شاگرد اول شدم. گفتن آره، نوشته که شما میتونید بیایید دوره ببینید، هزینه‌تون رایگانه، ولی باید خرج سفرتون رو خودتون بدین. خب من خرج سفری هم که نداشتم، هنوزم کلی بدهکار بودم. خب گفتم من باید برم. بعد خب هیچ کس به من قرض نمیداد تا من دوباره رفتم و بماند به چه مشکلاتی دوباره قرض گرفتم. و یکی از دوستای صمیمی من که هنوزم با هم خیلی صمیمی هستیم به من قرض داد. رفتم دوره دیدم، دوره دیدم و برای بار دوم بازم شاگرد اول شدم. حالا تا من براتون یه چایی بریزم ببینم که در ادامه چی شد که شما بالاخره یک سالن دست و پا کردید تا بتونید هنر رو ارائه بدید. برای ما از این ماجرا حرف بزنید، کی تونستید که برید به یک سالن و این هنرها رو به مردم ارائه بدید و بگید ببخشید؟ خب من سالها جایی کار کردم. خب قبلش توی کلینیک کار کردم که یه خانم دکتری بودن که من کار زیبایی می‌کردم پوست، ولی خب در کنارش میکاپ هم درس می‌دادم در همونجا توی اتاق. اونجوری نبود که الان مثلا حالا خیلی ولی فقط رفته بودید تو کار تدریس بدون اینکه خودتون بخواید؟ کار تدریس ولی نه کار زیبایی پوست و مراقبت های زیبایی پوست. نه یعنی در سالون کار عملیه مثلا اجرایی برای مثلا دیگران انجام دادید؟ نه. خب تا اینکه بعد از یه مدتی باز من رفتم توی سالن دیگه کار کردم که خیلی دور بود به محل زندگی. خب اونجا کار کردم، خیلی خوب بود. چندین سال اونجا کار کردم که الان کارفرمای من که اون زمان بودن جز بهترین دوستای منن. ما هنوز بعد از این همه سال با هم دوستیم. دوستیم. و دوست دارم واقعا اسمشون رو بگم. خواهش بکنم. اسمشون خانم نسرین مقدمه. ایشون کارفرمای من بودن، خیلی برای من با ارزش بودن و هستن و ایشون واقعا الفبای زندگی رو به من یاد دادن. من از ایشون خیلی ممنونم که سالها ما اونجا با هم کار کردیم. تصمیم گرفتم واقعا جدا بشم از ایشون و برای خودم مستقل بشم، که با یکی از دوستایی که توی همونجا پیدا کرده بودیم تصمیم گرفتیم با هم یه جایی رو باز کنیم. ولی ایشون متاسفانه سر من کلا گذاشتن و من به شدت ورشکست شدم. یعنی در همون حدی که حالا هنوز چیزی نبودم ورشکست شدم و صفر کامل شدم، دوباره از قبل بدتر، چون همه رو من بدهکار بودم. دیگه اینجا همه خانواده با شدت جلوی من ایستادن، گفتن دیگه نمیذاریم تو کار کنی، نمیشه که تو هر کاری دلت میخواد داری انجام میدی. آره. هی هم داری ورشکستگی و قرض بالا میاری. حالا تو این مدت بچه دارم شده بودم که بچه من و مادرم نگه میداشتن، چون من بچه همو نمیدیدم اصلا. گفتم خب دیگه واقعا ساکت شده بودم. گفتم ولی من انقدر پولای پشت سرم رو نگه داشتم و انقدر رابطه خوبی دارم که برمیگردم دوباره پیش همو خانم و ایشون مطمئنم من قبول میکنن. و من برگشتم پیش ایشون، ایشون با روی باز من قبول کردم و هیچ وقت این محبتشون رو من فراموش نمیکنم. میتونستن بگن نه دیگه تو نمیتونی برگردی. برگشتم پیش ایشون، باز یه مدت کار کردم و اینجا بود که دیگه خودشون گفتن ببین تو دیگه باید پرواز کنی، تو خیلی برای اینجا دیگه، اینجا برای تو دیگه کافی نیست. واقعا میگم. و ایشون، من با ایشون خدافظی کاری کردیم و رفتم یه جای خیلی کوچیکی رو اجاره کردم، بعد یه جای دیگر رو اومدم اجاره کنم که تونستم با وام بخرم همین جایی که الان هستم. بعد طبقاتش رو به مرور خریدم و همچنان دارم کار میکنم. بذارید یه ذره بیشتر خاطرات شما رو شرح بزنیم. یادتونه اولین باری که رفتید یک عروسی رو درست کنید کی بود و چه حالی داشتید؟ چون معمولا اینجوریه که خانم هایی که کارشون با آرایش و اینا سر کرده میگن ما شب و روز تو ذهنمون در حال
آرایش کردن عروس های مختلفی. شما میتونی بود اون شب خوابتون برد اصلا؟ چون شاید مهم بود. یادم اولین باری که عروس درست کردم سالن همین خانم بودم که الان دوست صمیمی من هستن. بعد ایشون وارد سالن شدن، این خانم، گفتن که من میخوام که مثلا الان نبود که اینستاگرام باشه یا خیلی چیزای دیگه، وارد شدن و من نشسته بودم داشتم کارم انجام میدم، گفت من از این خانم خوشم اومده میخوام ایشون انجام بده. اون موقع من فکرم 25 سالم بود، من اول فکرم گوشم عوضی میشنوه چون یه کاری بود که تا حالا برای کسی واقعا انجام نداده بودم. بعدشون من انتخاب کردن و من کارشونو که انجام دادم خیلی هم راضی بودن و الان هنوزم مشتری منه. از اون دوره، از اون زمان، آره، که با من واقعا حرکت کردن، هر جایی رفتم اومدن. و بعد از سالها البته بهشون گفتم که تو اولین عروس من بودی که درست کردم به این شکل و واقعا دوست داشتم. بین اولین عروس مژگان دادفرد و آخرین عروسش چه اتفاقهایی به لحاظ ذهنی و درک زیبایی درش اتفاق افتاد؟ من سعی کردم همیشه سبک خاص خودم رو داشته باشم، یعنی کاری که خودم به نظرم می اومد قشنگه، به مد کاری نداشتم، به اینکه واقعا فقط به اون چهره چه چیزی میاد قشنگ خودم رو میذاشتم جای شغل اون خانم، شخصیت اون خانم، تیپ اون خانم، میدیدم چه کاری براش قشنگ تر انجام بشه. به هیچ عنوان کاری نداشتم. این روانشناسی میکردین اون آدم رو و بعد بساس ظاهرش به نوعی، یا اینکه مثلا نگاه میکردم میدیدم که قشنگ تو ذهنم اینو تجسم میکردم وقتی آماده شده چه شکلی شده و یه سناریو داشتید دیگه. تا دوست داشتم براش وقت میذاشتم، یعنی اینجوری نبود که برام مهم نباشه بگم حالا دیگه سرم شلوغ شده هر جوری دوست دارم کار کنم، نه خانم، به این شکل. یا سعی میکردم بهترین روزش رو براش بسازم، یعنی انقدر سعی میکردم با اخلاقی که این دوست داره احساس آرامش کنه، احساس امنیت کنه، دوست داشته باشه، که بعد هم واقعیت بخواییم فکر کنین آدم باید مشتری رو نگه داره، مشتری مداری از مشتری جمع کردن مشتری جدید مهمتره. یعنی شما به اون حفظ مشتری که داشتید اهمیت میدید، اون که برای من این مهمتره تا اومدن مشتری جدید. یعنی مشتری قدیمی اگه واقعا مثلا ناراحت باشن برای من خیلی درده، ناراحت میشن. دوست داشتم که هنوزم همینطورم، وقتی که حالا ما مثلا الان تو بحثمون CRM داریم، خب ما خبردار میشیم حالا از SMS یا توی سایت یا توی حالا هر جوری متوجه میشیم که مشتری از یه چیزی ناراحته. به هیچ عنوان اینو نمیذارم که همین جور عروش رد بشه، چون هر یک نفر مشتری، چون واقعا من الان خودم مدیریت خوندم، هر یک نفر مشتری راضی شاید هیچ کس رو نیاره یا یک نفر رو بیاره، ولی هر مشتری ناراضی میتونه 17 تا 27 نفر رو منصرف کنه از پیش شما اومدن. پس این خیلی مهمتره تا آدم بتونه یه حفظ مشتری قدیمی از مشتری جدید، خیلی خیلی مهمتره. توی این سالها این که شما میگید که مثلا من خیلی نسبت به مد بی تفاوت بودم، ولی من نمیتونم بپذیرم که خیلی هم بی تفاوت بوده، اعتبارا نگاهتون رو به روز کردید، ولی بعد خودتون رو منطبق بر اون نکردید. یعنی اگر یک مثلا یک دوره یادم که عروس واسه خلیجی مفود و آرایش های آنچنانی میخواستم همینو بگم، من فکر میکنم شما جزو معدود آرایشگاه هایی بود که خیلی اونجا در سالن شما از این اتفاقات رخ نمیده. ببینید زمانی که آرایش خلیجی مد بود حتی یک مورد من خلیجی آرایش نکردم. چرا؟ اون موقع مثلا چه تفکری داشتید که آرایش خلیجی مناسب نمیدونستید؟ چون میدونم که چیزی که یک باره مد میشه یک باره هم از مد میفته و اون عروس یا اون مشتری بعد از یه مدت واقعا عصبانی میشه از چیزایی که داره، از آرایشی که داره، از آلبومی که داره، و اینجا فقط منو مقصر میدونه، نمیگه اون زمان این مد بوده و این برای من قشنگتره. شما یه آینده نگری این چنینی داشتی، فراتون مهم بود ماجرا. من تو همه چیز آینده نگرم، یعنی نگاه کردم دیدم که نه نمیشه، که اون زمان خیلی از این افراد من دست دادم، گفتن اگه این آرایشی که اینجا نگین میچسبونن، اینجا خطای زیاد میکشن نکنی، یا ابرو رو با تیغ میزنن نصف میکنن میبرن بالا، گفتم من نمیکنم، اگر میخوای کس دیگه انجام بده، ولی من نمیکنم. خب خیلی راحت دست دادم، ولی همونایی که الان هستن عکساشونو میارن واقعا بعد از این همه سال میبینیم هنوزم این آرایشا براشون جذابه.
من وقتی که داشتم راجع به شما اطلاعات هم رو بیشتر میکردم، چیزی رو خوندم که خیلی برام جای تعجب داشت، اینکه شما، شاید خیلی از مخاطبین ما هم ندارن، که شما در یک دانشگاه در اسپانیا حضور پیدا کرد و راجع به جایگاه خانم‌ها در خاورمیانه اونجا صحبت کردید. خیلی عجیبه که این تریبون رو در اختیار یک بانوی از ایران قرار میدن. از اون تجربه ویژه‌تون صحبت کنید، چی شد که انتخاب شدید و اونجا از چی حرف زدید؟ ببینید، یک ماه پیش بود که از یه دانشگاهی تو اسپانیا، دانشگاه حقوق توی بارسلونا، یه دعوتنامه برای من اومد که ما می‌خوایم که به عنوان زن موفقی که تو خاورمیانه هست شما انتخاب شدید که بیای اونجا صحبت کنی راجع به مشکلاتی که یک زن داره، برای یعنی چالش‌هایی که داره برای اینکه بتونه موفق شه و آیا میتونه بشه، بیای صحبت کنی. ببین، وقتی من رفتم، خب سعی کردم اولا خب حجابمو داشتم، لباسی رو پوشیدم که تو ایران میپوشم، برام مهم بود، یعنی سعی نکردم جوری که اونا دوست دارن برم، جوری که یعنی با استایل یک بانوی ایرانی با استایل قوانین کشور خودم رفتم، این برای من خیلی مهم بود. رفتم نشستم و اونجا وقتی صحبت میکردم باهاشون، خیلی براشون جالب بود، هرچی سعی میکردن ببرن توی یه مسیری که نمیشه و من میگفتم میشه، نمونهش جلوی شما نشسته. بله، شما اتفاقا خواستم همین رو بگم، شما اتفاقا مصداق اون شدنه بودید با تمام مشکلاتی که پیش روتون بود. ببین، جامعه ما یه جامعه مردسالاره، درسته خیلی مشکلات هست، نمیذارن خانم ها خیلی اونجوری که دوست دارن پیش برن، ولی ما میتونیم در همین عرصه، حالا تو هر شغلی، رستوران، شرکت، پزشک، حتی آرایشگر، یعنی فکر میکنم کسی که سالن زیبایی داره دیگه مشکلاتش هم به همون نسبت بیشتره، یعنی اون مشکلاتی که براش ایجاد میشه، چه در مرحله‌ای که بخواد کارشو شروع کنه، چه جواز کسبی که میخواد بگیره، خب سختگیری‌های خیلی زیادی وجود داره و به جام هست، چون واقعا باید سخت بگیرن که هر کسی نتونه وارد این حوزه بشه و واقعا چون به هر حال خانواده های مردم اونجا میان، کسایی میان که دوست دارن وقتی وارد میشن احساس امنیت کنن و سلامت اونجا براشون تضمین بشه. که وقتی من شروع کردم صحبت کردم براشون، خیلی براشون جالب بود، گفتم زندگیمو تعریف کردم، از ایران باستان گفتم، همچنان اومدیم جلو، از خلیج فارس گفتم، شاید برای خیلی از کشورهای خاورمیانه جالب نباشه ولی واقعا خلیج فارس ما همیشه خلیج فارس میمونه، این برای من خیلی مهم بود. تاریخی که ما داریم شاید خیلی از کشورهای عربی ندارن، تاریخ کهنی که داریم کشورهای خاورمیانه شاید نداشته باشن، اینا خیلی با ارزش بود. صحبت کردم و گفتم همه ما میتونیم موفق شیم به شرط اینکه واقعا پشتکار داشته باشیم، خسته نشیم، خستگی ناپذیر باشیم. بله، درسته توی کشورهای اروپایی شاید خیلی راحت تر بتونن موفق شن، ولی توی کشورهای ما شاید همون جامعه سنتی که وجود داره، در این گذری که ما از جامعه سنتی به مدرنیته داریم انجام میدیم، یه مقدار مشکلات هست، برای همه ما هست، ولی میتونیم موفق شن. سوالو دارم میخوام از شما بپرسم، اینکه آیا در حرفه شما بهترین وجود داره یا همه مثلا ممکنه که در یک طیفی خوب باشن؟ ببین، به نظر من این چیزا نسبیه، چون سلیقه‌ایه، هر کسی بنا به اون چیزی که دوست داره محیط جایشو انتخاب میکنه. مثلا یک کسی میره یه رستوران، یک سری آیتما داره برای انتخاب کردن اون رستوران، بعضیا براشون اون برند مهمه، بعضیا کیفیت غذا مهمه، بعضیا دکوراسیون مهمه. توی محل کار من هم همینطوره، یعنی ما یک سری مشتریایی داریم که من به جرئت میتونم بگم که بالای 70% مشتریای من محجبن، یعنی انقدر محیط براشون دوست داشتنیه که انتخاب کردن. یعنی داریم افراد دیگر هم داریم که
تیپ نرمال جامعه هم. ولی انقدر اینا اینجا رو دوست دارن و منم باهاشون خیلی راحتم، دوست دارم. یعنی واقعا میان اونجا و همیشه میگن اینجا ما خیلی راحتیم، حس خوبی بهشون میده. خب اینجا منم که با توجه به اون سختگیریایی که تو محیط کارم میکنم راهمو انتخاب میکنم، یعنی واقعیت هر قوانینی که تو کشور من وجود داره و بخشنامه‌ای که میاد اولین نفری که اون انجام میده منم، هیچ وقت مخالفت نمیکنم. چون اگر نمیخوام زندگی کنم توی ایران و این قوانینو قبول ندارم میتونم برم، وقتی اینجا موندم باید رعایت کنم. خیلی معتقدند که شما در کار خودتون بهترین هستید و این اعتقاد رو دارن که مژگان داتار یک برندی رو برای خودش ثبت کرده که اون رو متمایز میکنه از کسای دیگه که در این عرصه وجودن. بخشی از این تمایز به دلیل این که شما به سمت سادگی رفتید. کمی راجع به این موضوع صحبت کنید تا من سوال بعدی ما ازتون بپرسم که چرا هیچ آرایشگری اون یکی رو قبول نداره، این از کجا میاد؟ اول بذارید من همین سوالتون که ادامه سوال قبله که فراموش کردم رو جواب بدم. اولا که گفتم این چیزا سلیقه‌ایه و من همیشه سعی کردم وقتی که همکارم رو میبینم بهش کاملا احترام بذارم و براشون واقعا گاهی اوقات من توی اینستاگرام کارهای همکارامو میبینم و واقعا اونا نمیبینن، شاید من ذهنم براشون کف بزنم، تو ذهنم براشون دست میزنم، بهشون آفرین میگم، چون واقعا اینقدر تونستن پیشرفت کنن و اینقدر کاراشون زیباست و برای من خیلی با ارزشه. یعنی فکر کنم که اینقدر ما هنرمند داریم و خیلی خوب براشون احترام قائلم. خیلی هم چجوری بگم، اصلا به عنوان یه دشمن بهشون نگاه نمی کنم، به عنوان یه رقیبم نگاه نمی کنم و خیلی لذت میبرم از اینکه همه بتونن موفق شن. میدونین چون خودم از صفر شروع کردم، آدمایی که میرن موفقن حالا یا از صفر شروع کردن یا نکردن، ولی در هر دو صورت براشون آرزوهای خوب دارم و خیلی خوشحالم که دارن کار میکنن و برای همه امیدوارم که موفق بشن. ما هم برای شما امیدواریم، ولی شما نمیتونید این سوال ما رو جواب بدید که چرا این چه داستانی. مثلا من هر بار که موهامو جای کوتاه کردم یا ابرومو جای برداشتم رفتم به جای دیگه، اون آرایشگر گفته کجا رفتی مثلا این ابرو مثلا کار کیه، چرا موهات اینطوریه، بعد مثلا ممکنه کوتاه کنم بعد تو بدتر از اون یکی باشه یا در همون لول باشه. اما این یا امکان نداره شما عکس یک آرایشتون، امکان نداره خب شد یه ذره اقراق بشه، ولی شما عکستون رو جایی ببرید نشون بدید که آرایش داشتین و مثلا اون آدم بگه خوبه، چون همیشه فکر میکنه بهترین رو خودش میتونه انجام بده. این ماجرا از کجا میاد؟ به خدا من اینجوری نیستم. یعنی یکی از چیزایی که توی بخش پرسنلمون وجود داره، کسایی که اونجا میان مشغول کار میشن، اولین چیزی که بهشون آموزش داده میشه اینه که در هیچ شرایطی حق ندارید بدگویی کنید، حتی اگه مو کاملا سوخته باشه، حتی اگه آرایش بد باشه. وقتی میان یه همچین چیزی میبینن اتفاقا بیشتر اطمینان میکنن. وقتی من بدگویی از همکارم نمیکنم و حتی اگه کار قشنگی باشه میگم خیلی کار قشنگیه، شما دوست دارین چه مدلی درست بشین؟ یعنی به بچه‌ها اینو آموزش دادیم ما که هیچ جوری نیان کار همکارو تخریب کنن، چون مشتری خیلی باهوشه. اینجا میاد وقتی میبینه من چنین نقطه نظری دارم در نهایت من انتخاب میکنه. با بدگویی منم که خراب میشم، با بدگویی منم که باعث میشم که همکار یه همکارو میکوبونم، ولی باعث میشه اون مشتری فکر کنه ببینه این بدگویی نکرد، عجب آدمای خوبی ان. بارها به ما گفتن. یعنی اگر من بفهمم توی محل کارم کسی داره یه کسی بدگویی میکنه از یه همکار یا داره کارشو تخریب میکنه، من واقعا برخورد میکنم. در سالهای اخیر به دلیل حضور شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی ما با پدیده جدیدی مواجه شدیم که در حوزه مد و زیبایی بود. یه دفعه یک سری آدمی که شاید خیلی پیشینه شفافی ندارن تبدیل به انواع مدل‌های مختلف شدن، گفتن که مثلا ما مدلیستیم، یه عده اومدن گفتن که ما میکاپ آرتیستیم و اینا هیچ کدوم پیشینه مشخصی نداشتن. اما خب فضای مجازی به لطف فتوشاپ و به لطف خیلی از اتفاقهای از این دست برای اونها نامی دست و پا کرد که تبدیل به سلبریتی در این حوزه شدن. کسی که مثل شما که متخصص در این حوزه و 20 چند سال به طور متوقع داره کار میکنه، براش اما و اگر و چرایی به وجود نمیاد و چه نگاه آسیب شناسی به موضوع داره؟ والا من فکر میکنم
یه همچین چیزایی واقعا اگه کارشون خوب باشه و بتونن ادامه دار کار کنن چه اشکالی داره؟ بذارین کار کنن. اون رو هم شما یک شاخه بشن. ولی باید آدم ریشه داشته باشه. ریشه ای که تو خاک خیلی قوی باشه با هیچ چیزی نصف نمیشه، با هیچ چیزی قطع نمیشه. ولی اگه فقط شاخ و برگ داشته باشه و اون ریشه خیلی قوی نباشه، واقعا آدم نمیتونه ادامه دار کار کنه. ما الان خیلی از برندها رو داریم که شاید بالای 150 سال وجود دارن توی دنیا، ولی از بین نرفتن. نوه هاشون، نواده هاشون دارن ادامه میدن یا اون همچنان وجود داره. یعنی به این نیستش که بگین که این قدیمی شده، این دیگه کهنه شده. نه، وقتی آدم آپدیت باشه، وقتی آدم خودشو به روز رسانی کنه، همیشه میتونه در این عرصه وجود داشته باشه. همین شبکه های مجازی یک سری پرده از یک سری چهره ها برداشتن که ما داریم بخشش رو توی خیابون ها و مکان های عمومی میبینیم و برای خیلی ها جای سواله. این که ما خانم دکتر با وجود متخصصین مثل شما، اما انگار دچار کج سلیقگی در عرصه زیبایی و به طور خاص میکاپ شدیم. ما با یک پدیده های مواجه میشیم در حوزه آرایش که حیرت انگیزن انصافا. یعنی اون آرایش رو آدم میبینه، مثلا من فکر میکنم که بهشون میگن که این خانم هایی که بهشون میگن پلنگ و این چیزا، آرایش هایی میکنن که اصلا تو با خودت فکر میکنی که اینا چرا این آرایش ها هست، چون نه بویی از زیبایی برده، نه مطابق با هیچ سلیقه‌ای در هیچ جای دنیاست. این تفکر از کجا میاد به نظر شما و شما تا حالا شده که دست به قلم برای اینجور افراد بشین؟ خب اینا ببینید چیزایی که من فکر کنم آسیبای اجتماعی که وجود داره، نمیخوام وارد این مقوله بشم چون اصلا تخصص من نیست که بخوام راجع به اینا صحبت کنم، ولی تمام روانشناسی که آدم انجام میده، هر موزیکی که شما تو هر دوره گوش میدین بسته به اون آسیبای اجتماعی اون دوره است. شما هیچ وقت نمیتونید موزیک 100 سال پیشو گوش بدی، خسته میشی، چون اون بر طبق اون زمانه. موزیک 20 سال پیش هم گوش میدین مال اون زمانه، موزیک الان یه جور دیگه است. مدام همینطوره. مطمئناً 5 سال پیش ما یه سری مدایی داشتیم که الان اصلا مد نیست. یعنی مردم الان یه جوری خسته شدن از اون چیزا. حالا وارد نمیشم، ولی خیلی کارهایی میکردن 5 سال پیش که الان دیگه واقعا نمیپسندن. دارن، یعنی جامعه داره یه جور دیگه میشه. که میدونید واقعا دنیا خیلی عوض شده الان. خیلی چیزا تغییر کرده. و اگر ما نخوایم بر اساس اون تغییرات که توی دنیا وجود داره بریم، خب میشه همین چیزی که الان هست دیگه. شما وقتی میرید توی یک مهمونی، توی یک جمعی که شلوغه، آرایش دیگه هم ممکن رو اعصابتون بره یا خوشتون بیاد، یا اینکه احساس کنید که با خودتون بگید که الان چرا این رو زدیم تو دلتون؟ حتی خیلی وقتا، یعنی واقعا دیدین دندون پزشکا وقتی که وارد میشن اول دندون طرفو نگاه میکنن. من همیشه اول میکاپشو نگاه میکنم، بعد میگم آخه اگه اینطوری کشته بود بهتر میشد، اگه این کارو نکرده بود بهتر میشد، مخصوصا فرم ابرو. ولی یا اینکه بعدا نگاه میکنم به موهاش، جنس موهاش، سوختگی موهاش یا هر چیز دیگه. آره خیلی وقتا شده، یعنی تقریبا همیشه خیلی با احتیاط. مگه اینکه خیلی وقتا ازم میپرسن، میگن به نظرت این خوبه، اون وقت بهتر حرف میزنم. ولی اگه نپرسن سعی میکنم زیاد نگم، چون واقعا شاید ناراحت بشن. وقتی که خانومی مثلا برای عروسیش میاد پیش شما و میخواد که از شما مشورت بگیره، میخوام بدونم که چقدر وقت میذاری باش حرف بزنی که روانشناسیش کنی و ببینی که دقیقا مثلا ممکنه که یک مدل دیگری بپسندی که با ساختار مدل بعدی هم نمیشه، با ساختار ذهنی شما در تضاد باشه، یا اینکه شما احساس کنید مثلا این خانم اگه موهاش باز باشه حتما بهش بیشتر میاد، یا اگر به بنده زیباتر میشه؟ چقدر وقت میذاری که توجیهش بکنی، یا نه ترجیح میدی که تن به خواسته هاش بدی؟ ببینین اولا که اونجا بچه‌هایی که وجود دارن انقدر آموزش دیده عالی هستن، جدا میگم، یعنی انقدر خوب آموزش دیدن، نمیگم حالا من خوب آموزش دیدن، به هر شکل خوب آموزش دیدن، که انقدر متخصصن خودشون بهترین نظر رو دارن. معمولا سعی میکنم که نظر ندم، مگر اینکه کسی واقعا انقدر وسواس داشته باشه که حتما بخواد خودم بگم. بله برای تک تکشون من وقت میذارم، برای مهمه،
گفتم بهتون همون درصد است. خیلی مهمه که اون مشتری واقعا با خوشحالی بره. دونین من همیشه یک جمله‌ای که از استادم یاد گرفتم تو فرانسه، همیشه میگفتش که شما هر مشتری که وارد محل کارتون میشه، اگر خانومه یه پرنسسه و اگر آقاست یه شاهزاده است. حالا ما اینجا آقا ورود نداریم تو این بحث، فرق نمیکنه تو هر رشته ای، تو هر شغلی این صدق میکنه. حالا اون خانم ممکنه کارش ارزون ترین کار انجام دادن خدماتی که باشه که انجام میده، ولی اینو وقتی من آویزه گوشم کردم و به بچه های اونجا هم همینو میگم، برام خیلی مهمه. یعنی کسی که میاد اصلا برام مهم نیست که چقدر داره پول میده، برام مهمه که احساس کنه بهترینه، احساس کنه زیباترینه، احساس کنه که احساس خیلی خوبی باید داشته باشه. ولی خانم دکتر گاهی وقتها مخصوصا برای عروس خانم های اتفاق میفته که خیلی وسواسی میشن، یعنی نسبت به روز عروسیشون که برای اکثر خانم ها مهمترین روز زندگیشون از جهت زیبایی، مثلا ممکنه خیلی وسواس گونه عمل کنه. فرض رو میذاریم که مثلا شما حتی میکاپش کردید، بعد یه دفعه بگه من راضی نیستم، شما ریاکشن تو چه خواهد بود؟ پاک میکنید آرایشش رو، تغییر میدید؟ سعی میکنم راضیش کنم. من همیشه سعی میکنم راضیش کنم، چون مطمئنا اون یه مدلی رو دیده که واقعا بهش نمیاد. ولی اگه دیدم واقعا یه چیزیه که میتونیم تعامل داشته باشیم، نظر من با نظر اون، یه چیز میانه براش انجام میشه و واقعا همیشه با رضایت باید داره. شده بیام پیشتون بگن ما میخوایم شبیه فلان بازیگر بشیم و شما انجام بدید؟ آره خیلی زیاد. کیه بیشترین بازیگر که طالبن که شبیهش بشن؟ والا چیزی که خیلی دوست دارن خانم مهناز افشار. دوستان شبیهشون بشن؟ خیلی دوست دارن. یعنی کدوم آرایششون رو دوست دارن که شبیه اون بشن؟ نمیدونم خیلی... ولی میگن مثلا میشه که ما اون شکلی بشیم، یا خانم نیکی کریمی مثلا میشه که بشن؟ خب نه نمیشه واقعا. چون هر کسی یه چهره ای داره، نمیشه واقعا یه همچی کاره که. ولی خب به هر حال میشه دیگه، هر کس رو در چهره خودش میشه زیباتر کرد. خب دوستان اگر شما بخواید در این عالم از چهرهای مختلفی که میشناسید صورت یک نفر رو آرایشش بکنید و دوست دارید کار میکاپ اون انجام دهید، اون نفر که خواهد بود؟ بهش فکر نکردم. خب میتونید فکر کنید. من اگه بخوام آرایش کنم خانم نیکی کریمی انتخاب. دوست دارید ایشون رو آرایش کنید؟ چون واقعا صورت بکری دارن، خیلی صورتشون زیباست، خیلی ساده است و خیلی هم با شخصیتن، خیلی دوستشون دارن. فکر میکنم که خیلی قشنگ میشه. حتما همینطوره، بسیار زیبا خواهد شد. یک نکته وجود داره، این که بعضی ها میگن آرایشگرها خیلی گرونن و مخصوصا مثلا در لول شما دیگه خیلی خیلی گرونن، بعد میگن مگه توی لوازم آرایششون اینا چی استفاده میکنن که اینقدر گرونه؟ هرچند که پیداست که پول تخصص گرفته میشه، نه صرفا اون وسیله‌ای که استفاده میشه. چرا اینقدر گرونید خانم؟ به خدا اینجوری هم نیست. چرا مثلا برای روز عروسی اینقدر هزینه ها بالاست؟ ببینم چه دلیلی وجود داره برای این ماجرا. یه مقداری شاید مثلا، حالا من خودم رو نمیگم، حالا همکار من شاید سالها سعی کرده یه برند بشه، خب بالاخره با اون سال اولش فرق میکنه دیگه، یه مقدار هزینه شاید بالاتر بشه، ولی ما همه جور نرخ رو داریم. شما در ابتدای گفتگو به این موضوع اشاره کردید که از صفر شروع کردید و امروز شما تبدیل به یک بانوی کارآفرین شدید، اتفاقی که ما اون رو به فال نیک میگیریم که در این حوزه شما کار کردید که پرسنل زیادی دارید و آدم ها دارن اونجا ارتزاق میکنن و یک هنری رو به مردم ارائه میدن که بعضی وقتا هنر بکریه. چه حسی دارید از اینکه تونستید در این مسیری که همیشه آرزو داشتید تقریبا به اون بالاترین قله موفقیتی که میشد متصور شد در ایران بهش برسید؟ شما اولا خیلی لطف دارین، ولی من عاشق اینم که همه موفق شن، اینو جدی میگم. چون واقعا به این اعتقاد دارم که اون چیزی که، حالا شاید شما بخندین به من، اون کائناتی که، اون خدایی که اینا رو تقسیم میکنه، اونا ما نیستیم، اونا یه چیز دیگه است، یه نیروهای دیگه است. یعنی فکر می‌کنید قانون طبیعت و پروردگار برای هر کسی، برای همه میتونه باشه و واقعا بهش اعتقاد دارم. اصلا ناراحت نمیشم واقعا، اینو در چیزی که تو زندگیم هست از بچه‌هایی که اونجا کار میکنن باید بپرسیم. کسایی که از پیش من میرن جاهای دیگه کار میکنن، واقعا براشون آرزوی موفقیت میکنم. هرگز نرفتم براشون بزنم، هرگز نرفتم محیط کارشون رو درش خلل ایجاد کنم، اصلا این کار دوست ندارم.
یا حتی اگه با بدی رفتن و مثلا سعی کردن که برن مشتری ها رو ببرن، اینا کارهای خیلی بدیه ها. اینا رو من دارم میگم برای اینکه واقعا بدونید، اعتقادم اینه که اونی که باید از این چیزا انتقام بگیره من نیستم. اصلا من در حدی نیستم که بخوام این کار رو بکنم. من باید فقط فکر این باشم این مسیر رو درست برم و اگر وظیفه‌ای دارم که به اینا کار یاد بدم باید یاد بدم. و یک موردی که همیشه داشتم اینه که پرسنلی رو معمولا استخدام میکنم که جای دیگه کار نکرده باشن. یعنی سبسسش خودتون تربیتش کنید؟ از اون اول دوست دارم خودم اون کوزه‌ای که میخوام بسازم شکل خودم بگیره، شکل بدم. همین مایش رو خودتون شکل میدید بهش. چون اون چیزی که میخوام درست میشه، متوجه. اون چیزی که دوست دارم و اونا اون طوری که با توجه به اون تربیت که واقعا محیط کار هر کس داره. ولی من نمیتونم آدم ها رو عوض کنم، نمیتونم تغییرات ایجاد کنم و انقدر اینا حرفه‌ای میشن که واقعا الان من میبینم خیلی هاشون مثلا میرن جاهای دیگه، ولی نمیدونم حالا چجوری، اکثرا موفق نمیشن. ولی بازم من واقعا براشون آرزوی خوبی دارم، آرزوی موفقیت میکنم. متاسفانه ما تو این سالها یه مقداری از اون چیزی که وجود داره، اون آموزش ها خیلی مطابق اون استانداردها نرفتیم جلو و الان باید کسایی که الحمدلله الان خیلی دوره های جدید میبینن و اینا میتونن آپدیت بشن، ولی واقعا الان سعی کردیم که اینایی که واقعا بلد هستم بهشون آموزش بدم. حالا چه کسایی هن که تو مجموعه خودمون کار میکنن یا کسایی که از جاهای دیگه میان یاد میگیرن و واقعا میرن. خیلی با ارزشه این خانم. لطفا میتونید عکس عروسی خودتون رو نگاه کنید ببینید که هرس بخوری؟ آره، چون که هنوزم به نظرم خوبه. یعنی اون زمان اون خانم نسبتا من خوب درست کرده. خوب درست کرده. آره. دخترتون خودتون روز عروسیش آرایشش کردین؟ هنوز نامزد ازدواج نکرده. نامزدیش تو؟ نه هنوز اصلا هیچ مراسمی نبوده. ولی خودتون قرار آرایشش کنید ان شاء الله اگه زنده باشه. حتما ان شاء الله. و از همین الان کلکل مادر دختری راه افتاده برای میکاپش یا نه اصلا اونشون خیلی با خیال راحت سپرده که شما آرایشش کنید؟ نه سپرده به خودم. و شما میخواید به گله رو اونجا بزنید دیگه ان شاء الله، اگه ان شاء الله عمر باقی باشه. بله. در مورد شما وجود داشت این بود که شما در فشن شو ترکیه حضور داشتید و اونجا یک کار میکاپ ارائه دادید که اون مورد بسیار هم مورد توجه قرار گرفت. این که شما در کشوری که به شدت مدعی در این عرصه در زمینه میکاپ حضور داشتید، جایی که الان خیلی از میکاپ آرتیست‌های ما دوستان به تبعیت از ایشون کار کردن، شما خودتون اونجا به عنوان کسی که به نوعی مؤلفه و خالق اونجا حضور داشتید و یک کار ارائه دادید، قصه حضور شما در اون فشن شو چه بود؟ والا چند ماه پیش یه دوره خاصی بود برای آرایشگرا که من اطلاع پیدا کردم، رفتم اونجا دوره ببینم. یعنی دوره که نه، حقیقت یه مسابقه است که سال یک بار بین برترین آرایشگرای ترکیه برگزار میشه که معمولا هم توی بخش مدیترانه هستش اون قسمت، که من شرکت کردم و رفتم که حضور پیدا کنم که کارهای جدید رو ببینم، چون به نظر من هنوزم من کارها رو میرم یاد میگیرم که همیشه آپدیت باشم، دوست دارم همیشه جدید باشه کارامو. رفتم اونجا و با دخترم هم رفته بودیم و وارد شدیم و بعد اونجا من تصمیم گرفتم یکی از این خانمایی که اونجا توی هتل بود که مسافر بود، یه خانمی بود که چهرهشون خوب بود، آلمانی بود و شما دوباره اون ذهنی که برای زیباشناسیه. آره، رفتیم پیشنهاد دادیم، گفتیم که شما دوست داری یه میکاپ بشی؟ آره تعجب که حتی پرسید چقدر باید پرداخت کنم. گفتم هیچی خانم، من خودم شما رو درست میکنم، عکسش هم براتون میفرستم، که براشونم فرستادم. الان هر چند وقت برای من پیغام میده و میگه دوباره نمیخوای جایی بری، من میام دوباره مدلت بشم. خلاصه اینو من درست کردم، خیلی مورد توجهش قرار گرفت، خوشش اومد. و بعد من وسایلم که خیلی هم کامل نبود، برداشتم برم توی هتل. من تو لابی هتل این کار انجام دادم چون جایی نداشتم که انجام بدم. رفتم برم بالا، دیدم که نگو من از تو دوربین دیده بودم رئیس خود سمینار. دیدم من رو صدا کرد و گفت خانم شما این آرایش که کردی
خیلی قشنگ بود، ما خوشمون اومد. میشه که یکی از مدلای ما رو آرایش کنی؟ من اصلا فکر میکردم عوضیش نمیدم، چون خیلی اینا اصلا کسی تو خودشون راه نمیدن، چون خیلی مدعیان واقعا. گفتم یعنی من آرایش کنم؟ گفتن آره. انگلیسی هم که الحمدلله هیچ کدوم بلد نبودم. حالا من خودم چون پدرم ترک بودن یه مقدار ترکی بلد بودم، متوجه شدم چی میگن. رفتم گفتم بله، و وسایلم براشم. رفتم توی اتاقی که تو هتل اصلا جایی نبود، چون اونا همه آرایشگرشون جایی مخصوص داشتن که داشتن آرایش میکردن، موها رو درست میکردن. رفتم شروع کردم یه خانمی رو آرایش کردم، دیدم که خیلی خوششون اومد، خیلی خوششون اومد. و بعد رئیس سمینار اومد وارد شد، میخواست ببینه که من تو چه حالیم. دیدش که مدل زیر دست من نیست، گفتش که این خانم کجاست؟ گفتم تو بالکونه. گفت تو بالکونه؟ دیر میشه. گفتم که نه تموم شده. چون حقیقتش من سالها پیش توی فرانسه یه استادی داشتم مثل ژان سرژ بود، که توی فشن شوهایی که اونجا برگزار میکرد من یه مدت پیشش کار میکردم. بعد اونجا تند انجام دادن کار رو اونجا یاد گرفتم، خیلی تند انجام دادم، یعنی تو 20 دقیقه میکاپش تموم شد. بعد اومد گفت من باور نمیکنم. یه نگاه کرد گفت دوباره بازم بهت مدل بدم درست میکنی؟ گفتم بازم مدل بدی؟ گفت آره. رفت بر من دو تا مدل و یه دونه مدل آورد و من رو 6 تا مدل درست کردم. من میخواستم بگم من اگه بودم 6 تا میآوردم با اون دست فرمونی که شما تو آره خودش آورد. من رو درست کردم. بعد اومد به من گفتش که یه چیز دیگه میخوام بهت بگم. و اینا همه از هم متفاوت بودن این آرایش. آره، یکیشون اصلا روس بود، یکیش ترک بود، یکیش اینجوری. من اینا رو درست کردم و بعد از اون دیدم که گفتن ببین یه میکاپ دیگه هست، این میس ورد مدیترانه بود. این مدل میس مدیترانه است که مال خود کشور ترکیه برای دختر شایسته شون. گفت اینو درست میکنی؟ گفتم اینو من درست کنم؟ گفتم آره، چون اصلا اینو گذاشته بودیم فلانی درست کنه، الان دلمون بخواد تو درست کنی. باور نمی‌کنه. خیلی اتفاق عجیبیه. خیلی اتفاق عجیبه. همه عکساش و فیلماش موجوده. درست. یعنی همش هم میتونن واقعا هر کسی خواست ببینه. یعنی کاملا اغراق هم نیست. من اینو اصلا فکر می‌کردم درست میشنوم که واقعا اینو من درست کردم. به قدری این زیبا شد که اصلا اون شب بین 30 تا عروس این اول شد. اول شد. ولی خب اصلا نمیتونم بهتون بگم چون عکساش هست. انقدر این زیبا شد، یعنی اصلا خیلی اتفاق قشنگی بود. من روشم واقعا گریم گرفت. معلومه لذت بردید از خیلی، چون خودشم خیلی زیبایی. دختر جذابی بود، خیلی خوب شد. بعد دیگه تموم شد و خداحافظی کردیم و صبح داشتیم برمیگشتیم ایران. من اتاق رو تحویل دادم با دخترم، نشسته بودم توی لابی، دیدم که همون رئیس سمینار اومد نشست. گفتش که شما حاضری با ما همکاری کنی؟ چون تو بخش میکاپ ما خیلی خوبیم ولی سرعت عملمون کمه، شما میای با ما کار کنی؟ گفتم من با شما کار کنم؟ گفتم آره. گفتم حتما که میام. یعنی از این اتفاق بهتر نگیم. حالا الان نوع همکاری چود به چه شکله؟ الان آخر فروردین این دوره برگزار میشه که قرار از ژانویه ثبت نام بشه، که باز قراره من اونجا میکاپاشون انجام بدم. بعد شرایط ثبت نام چجوری؟ یعنی میتونن خانم هایی که آرایشگر ایران هستن بیان اونجا و شما راهنماییشون کنید که حضور آره داشته باشن؟ آره میتونن، اگه خواستن راهنمایی میشن، اگه خواستن برن اونجا میتونن حضور داشته باشن. قراره میکاپاشون انجام بدم که خیلی بر من اتفاق غیر منتظره بود. خیلی هم واقعا قدر این لحظه رو میدونم. یه نکته‌ای که میخوام بگم اینه که آدما همیشه موفقیتشون مدیون انتخاب بهترین لحظه های عمرشونه. این شکار لحظه ها همینه. شاید اگر که هر کسی جای من بود ترجیح میداد بره خرید، بره استراحت کنه، بره خیلی خوش بگذرونه. بله. و برای من جالبه شما بعد 20 چند سال هنوز وقتی توی لابی هتل هستید که خانم آلمانی میبینید به نظرتون چهرهش جذاب، وسوسه میشید که بید آرایشش کنید؟ آره، یعنی نه اون لوازمو بردن خیلی مهمه. من خودم اصلا اهل آرایش نبودم، یک خطم نداشتم تو صورتم وقتی اونجا میرم، ولی اینو با خودم برده بودم این جعبه آرایشمو. یعنی میخوام بگم لحظه لحظه رو آدم باید فکر کنه که شاید به دردش بخوره، و اینجا به درد من خورد و خیلی برام
با ارزش بود و همیشه خدا رو هم شاکرم. خانم اصلا من خیلی خوشحالم از اینکه در این گفتگو حضور پیدا کردید و ممنونم ازتون بابت این ماجرا. خیلی خوشحالترم از اینکه در کارنامه درخشان شما بیش از صد در واقع لوح تقدیر و سپاس وجود داره و حضور شما حتی در عرصه‌های بین‌المللی، و این برای ما بسیار قابل احترامه که یک بانوی اومده خودش رو محدود در یک سالن آرایش زیبایی نکرده و صرفا خودش رو یک آرایشگر متوسط معرفی نکرده و حضورش رو در ابعاد جهانی داشته و اینقدر با دانش حضور داشته، چون خیلی فکر میکنن که کار آرایشگری کار سطحیه و هر کسی مثلا وقتی بیکاره هر خانم خانه‌داری میتونه بره بهش بپرزه یه دوره‌ای رو ببینه، اما شما یه ذره معادلات رو تغییر دادید، یه ذره سقف‌ها رو جابجا کردید و این یک اتفاق بسیار مبارکیه در این عرصه. امیدوارم دوستانی رو که پیش شما آموزش میدن، هنرجویان شما، بتونن در آینده جاهای شما بذارن و این افتخار پای ادامه پیدا کنه. لوح تقدیرایی که من گرفتم سال 92، سال قبل از اونم زیاد داشتم، سال 89 بود، 90 بود، 91 بود، ولی مهمترینش 93 بود که در استان تهران کارآفرین برتر شدم. سال 94 دوباره انتخاب شدم، کارآفرین برتر شدم تو صنف خودم، البته جسارتی به صنفای دیگه ندارم، تو هر صنفی انتخاب میشم، و در سال 94، 95 و الان 96 بالای 80 تا لوح تقدیر گرفتم که تنها سالن زیبایی بودم مثلا که نشان الماس رو از کشور سوئیس گرفتم. این نشان الماس نشانگر چه چیزی هست؟ مال کسیه که در حقیقت مدیریت کارش طبق متدهای کشور سوئیسه. درست. و مثلا عضو کنفدراسیون برند سوئیس هستم الان، در این حال کارآفرین برتر باز شدم، توی مدیر برتر ملی شدم در سال 96، توی برای کشور اتریش که رفته بودم جزو، یعنی تنها با سالن زیبایی بود که انتخاب شدم برای شهرت برند، یعنی برندمون، و در باز اتاق بازرگانی اتریش انتخاب شدم، تنها سالونی که اونجا اسمم برده شده. توی فرانسه هم جزو زنان کارآفرینی که میتونن در اروپا سالن رو باز کنن و بتونن کار کنن، در اونا باز تنها سالن زیبایی بود که انتخاب شدم. دیگه خدمتتون عرض کنم توی ایران هم که هر سال بود، همین دیشب هم باز از طرف نهاد ریاست جمهوری بود که باز تنها سالن زیبایی بودم که لوح تقدیر و تندیسش رو گرفتم، که مدرک مدیریت رو از کالج آکسفورد انگلیس گرفتم، بعد مدرک دکترای بیزینس و کسب و کار رو دارم. دیگه خدمتتون بگم توی دانشگاه تهران بود درس میدم، دیگه چی باید بگم خانم؟ اینا همش یه تریلی نمیتونه بکشه این همه مدارک رو، و ما برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم و امیدوارم سهم بزرگی در زیبایی زنان سرزمینمون برداریم. خیلی ممنون که در این گفته بشنگرد. خیلی ممنون از شما، خیلی متشکر. انشاءالله برای همه آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون دارم. متشکر از ممنونتونم. شما رو به خدا نگهدار. مرسی.